با عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش نهایی برنامه های زنده امروز دهم ماه فوریه سال 2018 روز شنبه میپردازیم. اتاق فرمان لطفا آیه 64 یک بار دیگه رو صفحه قرار بدید. در این آیه که یکی از آیات بسیار مهم، بسیار بسیار مهم و قاطعی است که در قرآن آمده و حیرت آور در ارتباط با حقوق بشر، که در این آیه چه کرده با هم گوش می دهیم. قول، بگو، یا اهل، ای اهل، الکتاب، کتاب، تعالو، تعالو، بیایید، الی، به سوی، به طرف، در پناه، کلمتین، کلمه، امر، دستور، قرآن، آیه، به آن کلمه ای که، سوائن، برابر هست، برابر کننده است، بیننا، بین شما، بین ما، و بینکم، و بین شما، الله، که نه عبوده، عبادت کنیم، نه عبادت کنیم، بخوایم تحت لفظی بگوییم، عبادت نکنیم، الا مگر، الله، الله را، ولا، و نورزیم، نشریک، شرک، بهی، به او. چطور شرک نورزیم به او؟ از طریق این که چطور شرک میورزیم ما؟ چیزی رو قرار بدیم در شرک به او، در پرستش چیزی رو به اون وحدت او اضافه کنیم در پرستش، و همینطور تعهد کنیم ولا که نکنیم یتخیده اخذ را، اخذ نکنیم، نگیریم، قرار ندهیم بعضنا بعضی از خود را بعضا به بعض دیگر اربابا به عنوان ارباب و رب من از یا در کنار یا در نزدیک خدا فإن و چنانچه تولوا تولا کردن و پشت کردن و بازگشتن و مرتد شدن و رد کردند، فقولو تنها به اونها بگو که اشهدو که شهادت بدهید، شما شهادت بدهید، یعنی شما شهادت نمیدید، به اونها دستور میدید یا پیشنهاد میکنید که فقط ما از شما یک چیزی میخواییم، شهادت بدهید که ما جز تسلیم به خدا چیز دیگری نیستیم، که ما مسلمون، ما تسلیم خدا هستیم. این رو بفهمید، هر جایی میخواهید برید، هر کاری میخواهید بکنید، مرتد. این بار دومیست که ما در این آیات، در این یکی دو ساعت به ارتداد برمیخوریم و هیچ تنبیهی برای ارتداد نمیبینیم، جز این که فقط از اینها میخواهد که شما در حالی که ما را رها میکنید و میرید و ما به شما گفتیم که بیایید زیر اون کلمه‌ای که همه ما رو در امنیت و در تساوی حقوق حفظ میکنه و حفاظت میکنه، شما گفتید نه، گفتیم شرک نورزید، بیایید همه ما کسانی که موحد هستیم خدای یگانه رو بپرستیم، مثلا آدم ها رو کنار بگذاریم، هم موسی رو کنار بگذاریم، هم محمد رو کنار بگذاریم، هم عیسی رو کنار بگذاریم، بیایید زیر پرچم خدای یکتا. و شما ترک این کار کردید و هنوز هم بعضی از شما بعضی دیگران رو به جای خدا قرار میده، دون الله قرار میده، دون یعنی نزدیک و پایین و در حوزه خدا، یعنی در همون منطقه الهیت قرار میدید، یعنی الوهیت میبخشید به انسان و انسان رو در مقام خدا بالا میبرید،
و مشرک هستید، با این وجود اهل کتاب هستید، با این وجود تنبیهی ندارید، با این وجود خوراک شما و ما بر هم حلاله، ازدواج بین ما بر شما هست، با وجودی که اهل کتاب هستید ولی منکر کتاب خودتون هستید و مشرک به توحید خودتون هم هستید، باز هم شرک شما مانع نمیشه که دوست ما باشید و با ما قرین باشید، نزدیک باشید و بتوانیم با هم ازدواج کنیم، فامیل بشویم، هم خوراک بشویم. این جایگاه اسلام است در مقابل کسانی که شرح حال احوالشون در اینجا گفته شد. در این آیه قرآن سریع بخوانیم که فرصت هم زیاد نیست. بگویید ای اهل کتاب، از آن کلمه‌ای که حق است، و بیایید در ذیل در واقع حاکمیت این کتاب که این کلمه که حق است و بین ما و شما اعلام برابری می کند و حقوق مشترک و مساوی در پیروی و تابعیت به ما شما می دهد و چیزی رو با خدا شریک نکنیم و برخی از ما برخی دیگر رو به جای خدا و در مقام خدا قرار ندهیم و ایشان رو در مقام رب و ارباب نخوانیم و ایشان رو دون و پایین تر و در کنار خدا هم نخوانیم، اصلا در حوزه خدا اینها رو نخوانیم، اینها در جای دیگه هستن، خدا در جای دیگری است. پس اگر از حق و حقیقت رویگردان شدن و پشت کردن و مرتد شدن، پس تنها به ایشان بگو شما گواه باشید که ما تسلیم امر خدا هستیم. در این آیه مهم تشکر میکنم خدا فرمان، در این آیه مهم خطاب قرآن به کل جامعه اهل کتاب است. اهل کتاب در قرآن با تعریف اهل کتاب در تاریخ و در حدیث و در سایر لوازم و اسباب‌های الحاقی با یکدیگر بسیار متفاوت است. اهل در قرآن به یک جامعه واحد اشاره می‌کند که در باور به خدای واحد از یک مکتب واحد خداشناسی تابعیت می‌کند. اشاره به لفظ کتاب نمیتواند اشاره به متون انزالی یک رسول خاص باشد. در این صورت قرآن میبایست از کتابها نام میبرد و پیروان کتابها را نیز به جای اهل کتاب اهالی کتابها میخواند و در واقع جمله اهل کتاب یا اهالی کتاب تبدیل میشد به جمله اهالی کتب، یعنی اقوامی که به کتابهای پیامبران توحیدی وابسته و پابند بودن، میشد اهل کتاب ها یا اهالی کتاب ها، چون اسم رو هم جمع میبندن در عربی، میشد اهالی کتاب ها. کتاب اشاره به متون و مجلد نیست، بلکه کتاب اشاره به یک مدرسه و مکتب فکری و مکتب واحدی است که مکتب توحید است و همه متون و آیات و انزالات در جهت تعریف و تحکیم آن مکتب توحیدی در واقع واصل و وحی شده است. به یک فکر و به یک اندیشه و به یک مکتب کتاب میگوید، نه به تعداد آیاتی که به صورت متن یا به صورت کتاب در آمده یا در نیامده و به هر پیغمبری اون آیات نازل شده، او رو کتاب نمیگوید، چون بسیاری از اینها کتاب نشدند. این همه پیامبر در قرآن ذکر شده و گفته همه پیغمبر هم نیستن، پیغمبرهای دیگری هم هستن که ما اسم اونها رو نیاوردیم. خب لااقل 200 تا 300 تا 500 تا کتاب باید بشه، هیچ کدام اینها کتاب‌هاشون نیست. چه اهل کتابی؟ کتاب مفهوم مجلد نمیده، کتاب مفهوم مکتب میده. مفهوم مجلد هم البته میده در جاهای دیگه، ولی در اینجا معنی مکتب فکری میده، پایه و اساس باور و اعتقاد و رفتار و کنش در جامعه را نشان میده. امروز از آنچه به نام کتاب به اشتباه در اذهان وجود دارد، یعنی زبور و تورات و انجیل، و هیچ نشانه ای از این کتاب ها در دست نیست و همه این آثار در طول زمان تبدیل و تقلب شده است، ولیکن عین آن در قرآن بازسازی، نوسازی و تجدید و تکرار شده است. بر این اساس قرآن به ما می آموزد که دستور خدا به رسول او در ارتباط با دعوت مردم به تسلیم به خدا بر چه اساسی
بر اساس تساوی حقوق بین همه افراد به موجب این آیه قرآن برقرار است. خدا به پیامبر امر می کند و این امر شامل همه اهل تعلیم معروف می شود. می گوید به اهل مکتب توحید بگو و ابلاغ کن که ای اهل مکتب توحید، ای اهل کتاب، بیایید بر کلمه و یا بر امر و یا بر موضوع یا بر قرآن یا بر دستور و فرمانی که خدا صادر کرده و مورد توافق همه ماست، یعنی اصل توحید و وحدانیت حق، زیر اون پرچم گرد بیاییم. وحدانیت حقی که برای همه ما حقوق برابر قائل شده، گرد هم بیاییم و معتقد و وفادار و تابع دین یکتاپرستی باشیم. بر این اساس هر کس که وابسته و تابع مکتب توحید خالق باشد اهل کتاب است. خطاهایی هم کرده، بیراههایی هم رفته، کارهای شرک هم انجام داده، ولی هنوز اهل کتاب است. حتی زمانی که مرتد می شود و از دین خارج می شود، می گوید حالا داری خارج می شی، از دینش کاری نداره، خواهی بری برو، با ما قطع رابطه می کنی بکن، پشت به ما می کنی بکن، ولی یک چیزی رو بدان، ما تسلیم امر خدا هستیم. شهادت بده به این که ما جز تسلیم بودن امر خدا هیچ نگفتیم و هیچ نکردیم و هیچ تجاوزی از ما به شما سر نزده. ما به شما گفتیم ما تسلیم این خدای عهد واحد هستیم، امروز هم میگوییم تسلیم او هستیم. این رو شهادت بدهید و برای خودتون گواهی بکنید و بروید. این رابطه یک اهل کتاب است با یک مرتد. چقدر تفاوت میکند با اون چیزی که امروز ما انجام میدهیم، اون رو خود شما باید که قضاوت کنید و باور کنید. کلمت سوا، یعنی کلام و پیام و امر حق که در بین همه ما دارای ارزش و مفهوم مساوی و برابر است و برای همه ما ارزش و حقوق مساوی و برابر معین میکند. بیایید دین واحد جهان توحید رو بر اساس یک مکتب واحد توحیدی بنا کنیم. بدیهی است روش های مردمان در ارتباط با مکتب واحد توحیدی، ضمن آن که در اصول ممکن است یکسان باشد و متحد باشند، در جزئیات و در فرهنگ و در رسوم و در روش و در شریعت و در آداب ممکن است مختلف و حتی متفرق باشد. قرآن به وجه اشتراک همه این باورها اشاره می کند و دعوت به اتحاد اهل عالم بر مبنای اشتراک اصل باور قرار می دهد که اگر موحد هستید هرچه هستید بازایید، اگر موحد هستید هرچه هستید بازایید و همه شما پذیرفته می شوید. نه ما شما رو نمیپذیریم یا رد بکنیم یا رد نکنیم. ما کی هستیم؟ جامعه موحدین که از خود شما تشکیل شده. این موضوع حقوق مساوی موضوعی است که شاید ساعتها در مورد اون باید حرف زد، که وقتی حقوق شما مساوی است دیگه میزبان و مهمان نداریم، ما یهودی و مسلمان نداریم، دیگه کسی لازم نیست که پیامبر خاصی رو معرفی کنه، کافیست بگوید آقا این مکتب شما مکتب توحیدی است، یعنی شما یک خدای واحد را قبول دارید، به حقوق برابر انسان ها هم معتقدید، توحید و عدالت اجتماعی، چیزی که بارها من در این برنامه تکرار کردم و پرسیدید کدوم آیه؟ این آیه. حوصله کنید، بقیه سوالات شما رو هم همه قرآن جواب میده سوالات شما رو، با این انبوه سوالاتی که مطرح میکنید حوصله فقط بکنید، ما هم سرعت به کار میبریم و میبینید که جوابتون رو میگیرید. دین واحد توحیدی بدون قید و بند پیامبر، در اینجا هیچ نگفته است که شما چه بکنید، گفته فقط شما توحیدی باشید. غیر از قبول توحید چه باید بکنید؟ قانون اساسی برابری حقوق انسانها رو هم قبول داشته باشید. اون کلمه
کلمه سواء رو، کلمه برابری حق انسان‌ها رو، او رو قبول داشته باشید، توحید رو هم قبول داشته باشید، شما جزء این امت موحد هستید. هر پیامبری با یک تعدادی از آیات انزالی راه و روش مرسوم معینی رو در باب توحید در جامعه تعلیم می‌دهد و تلاوت می‌کند. این آیات و این تعالیم جملگی برای رسیدن به مکتب واحد، کتاب واحد، توحید واحد است. پیامبران توحیدی منحصر به عیسی و موسی و کتاب‌های ایشان یا آیه‌هایی که مربوط به ایشان هست و به ایشان نازل شده نیست. بیش از 27 رسول در قرآن نام برده شده و به موجب آیه‌های صریح قرآن همه این رسولان بدون استثناء از خدا دریافت وحی و یا به عبارت دیگر جمع انزالات یا جمع آیات یا کتاب دریافت کردند و به گفته قرآن تعداد پیامبران به مراتب بیش از این تعداد وجود دارد و بوده است. اهل کتاب چگونه می توانند باورمند پیامبرانی باشند که حتی نام ایشان را نمی دانند؟ چه رسد به آن که آیات انزالی بر ایشان یا کتاب ایشان رو بشناسند یا متون کتب رو بشناسند؟ چطور می توانند که متون کتاب و مفاهیم کتاب و مستخرجات کتاب رو در دست داشته باشند بدون اینکه کتابی در دستشون باشه، بدون اینکه پیامبر رو بشناسند، بدون اینکه حتی اسم پیامبر رو بدانند؟ این چه توقعی است که قرآن از ما دارد؟ در سوره بقره آیه 3 و 4 میگوید اگر تو همه پیامبران را قبول نداشته باشی. خیلی حرفه. من همه پیامبران رو کجا میشناسم که قبول داشته باشم یا نداشته باشم؟ 27 از اینها رو در قرآن خدای تو ذکر کردی و گفتی اینا همشون نیستن، تعداد زیادی دیگری هم هستن که لازم نبوده اسم اونها رو بیارم. حالا در سوره البقره لازم شده که من هر چه پیامبر شما ارسال کردی، خدایا با نهایت احترام عرض میکنم، من مجبور هستم که همه اینها رو قبول کنم، هیچ کدام رو نمیشناسم، اقلا اسم اینها رو بگو، یه رزومه برای هر کدومشون بفرست، اسم کتابشون رو بگو، مکتب فکریشون رو بگو، 4 تا از آیاتی که بهشون نازل کردی بگو، همینطوری به من میگه این پیامبرها رو قبول کن، همه پیامبران را قبول کن و همه پیام‌هاشون هم قبول کن و الا متقی نیستی و هدایت نمیشی و گمراه میشی. این در قرآن هست دیگه. آیا این اختراع من است؟ نگاه میکنیم ما در قرآن میبینیم که میگوید که برای اینکه هدایت بشی باید متقی باشی، برای اینکه متقی باشی باید ایمان به غیب داشته باشی، مقیم نماز باشی، مقیم صلات باشی، در کار رزق انفاق از ارزاقت باشی. و بعد میگوید والذین یؤمنون بما انزل الیک، و کسانی تقوا دارند که ایمان آورند، یعنی احساس امنیت و آرامش بکنند در پناه اون چه که آیه به تو نازل شده محمد، و ما انزل من قبل که، و هر چه آیه قبل از تو نازل شده باید به همه اونها ایمان داشته باشن. یعنی اگر یک آیه به یونس، حالا ما یونس رو میشناسیم، فرض کنید که پیامبر دیگری هم بوده، آیت اللهی یا امامزادهی به نام امامزاده بیژن در ایران پیدا شده بوده، مدت هاست البته ایشان هستند و اینها، مثل اینکه یک امامزاده سیاری هم برای ایشان ساختن چون اسمشون خیلی جالب بوده که تو شهرهای مختلف. به هر حال در اینجا میگوید که شما علاوه بر اینکه بخواید اگه مؤمن متقی باشید، علاوه بر اینکه پیامبر اسلام رو قبول دارید، آیاتی که به او داده شده قبول دارید، هر چه آیه قبل از او نازل شده همه اون آیه ها رو باید بپذیرید، بلکه متقی محسوب نمیشید. هر چه پیامبر هم قبل از محمد بوده همه اونها رو باید بپذیرید.
و هرچه وحی شده به اونها و آیه شده همه اونها را هم باید بپذیرید. من از شما سوال میکنم که وقتی قرآن میگه 27 رسول رو من اسم آوردم، ولی خب خیلی رسولان دیگه هم هست که خدا اسم نیاورده در قرآن، خودش میگه میان اونها رو اسم نیاورده، حالا بگید که فرض کنید 27 تا اسم در قرآن اومده، بگید 23 تا پیغمبر دیگه هم بوده که اونها اسمشون نیومده، 50 تا بودن، 100,000 تا و 124,000 تا، اون رقم های عجیب غریب هم من بلد نیستم، فرض کنید که اصلا 100 تا 50 تا پیغمبر بود، من باید همه این پیامبران رو به موجب این آیه قرآن قبول کنم و اگر قبول نکنم متقی نیستم، اگه متقی هم نباشم هدایت نمیشم، هدایت هم بشم گمراه و بدبخت و ضالین میشم. تکلیف من چیه؟ اگه دیر وقت نبود و اگر کارمون عقب نبود تقاضا میکردم و شما که تکلیف من رو با تلفن معین بکنید، بگید من چه خاکی به سرم بکنم. حالا علاوه بر این که میگه که این پیامبرانی رو که من نه اسمشون رو دادم نه رسمشون رو دادم نه اصلا میدانی تو کی هستند، ولی باید اینها رو قبول کنی، نه تنها قبول کنی و به رسمیت بشناسی، ایمان بیاوری. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی الذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک یعنی چی؟ در این مورد وقتی که خوب فکر بکنید میبینید که ما به یک مکتب واحد داریم اشاره میکنیم. دو راه داره، یا اینکه قرآن از منطق خارجه و زور میگه و با عقل و منطق این فرمان خدا تطبیق نمیکنه، این در حالی است که مکاتب مختلف وجود داشته باشه و خدا از شما میخواد مکتبی رو که با این مکتب مختلفه بپذیرید و شما از اون مکتب خبر ندارید، اصلا اون مکتب چیست که با این مکتب مختلف، هر دو رو هم باید بپذیرید. تنها راهی که باقی میماند این است که همه مکاتب از آدم تا خاتم پیامبرانی پیام آوردند. ما با خود پیامبر کاری نداریم، ما با پیام پیامبر کار داریم، بنابراین پیامبران میرن بیرون با این منطق. حالا 1,000 تا باشن یا 1,000,000 پیامبر باشه، پیامبرا همه رفتن بیرون، ما اصلا لازم نیست پیامبر رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما با پیامبر کاری نداریم، ما با پیام اون پیامبر کاری داریم. پس الان پیام پیامبر مطرحه. فرض کنید که 1,000 تا پیامبر بوده، 1,000 تا جلد مکتب فکری یا کتاب از این پیامبران از وحی به جا مونده، اصلا کتاب کاغذی به جا مونده. اگر این کتاب ها و اگر این مکتب ها با این مکتب قرآنی که من در اختیار دارم کاملا برابر باشه، من در واقع با قبول قرآن قبول همه اون احکام و آیات رو کردم و همه اون انزالات رو پذیرفتم، لازم نیست که دیده باشم، چون همه اونها مثل همین است که در پیش روی من است. یعنی من با قبول قرآن قبول کل آیات الهی رو کردم، من با قبول اسلام قبول کل پیامبران رو کردم، چون همه اینها در بیاناتشون، در وحیشون، در انزالاتی که دریافت میکردن من منتهی و مختوم میشده به یک چیزی مثل همین قرآنی که در مقابل منه. جز این منطق هر منطق دیگه ای رو به کار ببرید این بیان قرآن غیر معقول به نظر میرسه. اگر ما راجع به اختلاف وحی صحبت بکنیم، راجع به اختلاف دین صحبت بکنیم، راجع به اختلاف عقیده صحبت بکنیم، چطور شما میتونید پیغمبری رو که 2000 سال پیش بوده اسمش هم نمیدونیم کتابش هم نمیدونیم هم خودش رو قبول کنیم هم کتابش رو قبول کنیم؟ این چه زوری است که خدا میگه؟ پس خدا زور نمیگه، ما هم زور نمیشنویم، ولی ملا به ما به زور انحراف یاد داده به جای فهم قرآن. ما اگر قرآن رو دقیق بخونیم میفهمیم که وحدت مکتب، عرض می کردم برمی گردم به عرض قبلیم، وحدت مکتب توجیه می کند که همه پیامبران رو دیده و ندیده بپذیری و همه آیاتی که به همه پیامبرانی که دیده یا ندیده ای نازل شده اون آیات رو هم بپذیری. چه وقت این حکم عقلانی
جایز و عادلانه به نظر میرسه، وقتی که شما نسخه جمع اینها رو داشته باشی یا برابر اینها رو داشته باشی، یک کدام، یا کتاب شما معادل همه این گفته هاست و با مراجعه به این کتاب مثل اینکه مراجعه کردی به حضرت آدم تا خاتم، یا اینکه جمع جمیع مفاهیم همه آیات الهی در این کتاب مستتر و مجموعه، یک کدام از این دوتا هست. و الا اون آیه های قرآن خارج از منطق و غیر قابل قبول میشه. پیامبران توحیدی منحصر به عیسی و موسی و کتاب‌های ایشان نمی‌شود و همونطور که عرض کردم بیش از 27 رسول صاحب وحی در قرآن آمده است که به گفته قرآن تعداد پیامبران به مراتب بیش از اینها میباشد. اهل کتاب چگونه میتوانند باورمند پیامبرانی باشند که حتی نام ایشان را نمی‌دانند، چه برسد به آن که آیات انزالی بر ایشان یا کتاب متون را از ایشان بتوان استخراج و استعلام و استفسار کرد؟ اما قرآن حکم میکند که موحد باید همه پیامبران را قبول کند، چون مکتب همه پیامبران راستین حق توحید است و در توحید بشریت موحد است و خدا یکی است و فرمان خدا یکی است و فرقی بین پیامبران خدا وجود ندارد. بنابراین ما هم با مجموع جمیع آیات مواجه هستیم و چون این آیات پیام اون پیامبران هستند، طبعا پذیرش آیات که در قرآن ما میبینیم ملازم با پذیرش رسولی است که امین بوده و این پیام ها را آورده و این پیام ها بعد از فقدان و بعد از نسیان به طوری که در قرآن میگوید در کتاب قرآن بازسازی شده. آنچه را که به نام ناسخ و منسوخ به اشتباه بیان می کنند در قرآن ابدا اشارهی به قرآن نمی کند. می گوید از آیات ما، خدا می گوید از آیات ما. هر آنچه دچار نسیان بشود یا دچار فقدان بشود، گم بشود یا فراموش بشود، ما مثل اون رو در این کتاب بازسازی می کنیم. ما اونها رو باز کجا بازسازی می کنیم؟ در این قرآن. بلا در کتاب های دیگه کجا بازسازی کرده خدا؟ و یا مثل اون رو یا بهتر از اون رو از نو بازسازی میکنیم و مثل اون یا بهتر از اون رو به شما تحویل میدیم. و منطقا جز این کتاب، کتاب دیگری نمیتواند که بار این تعهد خدا رو به دوش بکشد. اساس توحید، اساس مکتب یگانه و یا کتاب واحد برای اهل کتاب، کتاب توحید است. یعنی همه موحدین جهان در یک مکتب توحیدی با هم متحد العقیده و متحد العمل می شوند. آنگاه قرآن به تشریح و تشریع توحید می پردازد و می گوید تابعیت از مکتب حق در توحید انحصاری و غیر قابل تشریک است. کلام توحید کلام خداست و تحت هیچ عنوان نمی توان کلام غیر خدا رو معادل کلام خدا و مشترک با خدا قرار داد. در تأکید توحید قرآن به ترک شرک امر می کند و می گوید هیچ چیز و هیچ کس را در هیچ امری شریک و مدیر و دبیر و وزیر و مشیر خدا قرار ندهید و از این اندیشه انحرافی به شدت پرهیز کنید. یکی از عوامل اساسی در فروریزی دین شرک کلامی با خدا و نقش افراد در مقام معزون و مجاز است. هیچ کس شایسته مقام ربانیت نیست، اما در عمل می‌بینیم که انسان‌ها در تمام موارد در مقام رب ظاهر می‌شوند و صاحب ادعا می‌شوند و هیچ کس در هیچ مقامی معادل یا در کنار یا نزدیک الله نیست در کار ربوبیت و همگان دون الله هستند در ربانیت و در ربوبیت. بعد از تشریح این مکتب یکتاپرستی و امکان و لزوم اتحاد موحدین در دو محور توحید و توصیه ترک شرک به هر مشکل و به هر اشکال و سختی که میسر باشد و پدید بیاید باید برطرف بشود شرک،
میگوید پس اگر ایشان مرتد شوند و روی بازگردانند، پس به ایشان بگویید که شما از ایشان میخواهید که شاهد اعمال و نیات و رفتار شما باشند، شهادت بدهند که شما چه کرده اید، یعنی تسلیم شما رو در درگاه خدا که مشاهده کردند به شما این شهادت رو ارائه بدهند که ما دیدیم و ما جز تسلیم به خدا هیچ راه دیگری را گزینش نکرده ایم. در این آیه روش دعوت مردم به دین از طریق دعوت به اصل و اصول برابر و قابل قبول هر دو گروه باید اشاره بشود. بزرگترین اصل مشترک که متساویان در عقاید توحیدی وجود دارد، اصل توحید و عمل صالح است. یعنی ما اگر شاخ و برگ دین رو بزنیم و بگوییم کسانی که اهل توحید هستند، اگر در دو موضوع با هم مشترک هستند، در اشتراک در بیایند و این دو موضوع، یکی باور به توحید است و یکی انجام عمل صالح است، شما اگر موحد و صالح هستید، شما اهل آن مکتب مشترک هستید و دنیا برای دوام و نجات از هلاک باید فرقه ها را معاینه و ساقط کند و تشابهات و مشترکات رو ملاک و پایه پیوستن قرار بدهد. شباهت های ما، مشترکات ما باید مبانی همکاری ما باشه، نه اختلافات ما. شما اگر دنبال اختلاف بگردید، در هر کجایی که بروید اختلاف می توانید پیدا بکنید. در هر مرام و مسلکی که باشید، شکر خدا به قدر کفایت برای همه شما اختلاف وجود داره. اما به این ترتیب دنیا هیچ وقت نمی تواند که به اتحاد برسد. همیشه مردم دنیا باید با هم در حال جنگ باشند، چون بالاخره در یک چیزی با هم توافق ندارند. قرآن می گوید بیا از این طرف وارد بشیم. ممکن است که شما در 100 مورد اختلاف داشته باشید. ببینید شما اگر در 2 مورد با هم توافق داشته باشید، این 2 مورد می تواند که موجب اتحاد شما بشود، موجب همکاری شما بشود، موجب آشنایی شما بشود، کم کم اختلافات دیگه هم برطرف بشود. یا اینکه این 2 وجه اشتراک رو هم کنار بگذارید، از اون سر شروع کنید که با هم چه دشمنی هایی دارید، چه تفاوت هایی دارید، چه تاریخ زشت خون آلودی دارید، اونها رو بررسی میکنید، یا بیایید بر سر اون نقطه مشترک با هم شروع به کار بکنیم. بدیهیست روش های مردمان در ارتباط با مکتب واحد توحیدی، ضمن آن که در اصول یکتان و در واقع متحد است، در جزئیات و در فرهنگ و در رسوم بسیار با هم تفاوت دارد و مختلف است. و قرآن به وجه اشتراک همونطور که عرض کردم اشاره می کند و توصیه نمی کند که ما پیش برویم و امور و مسائل رو بخواهیم که در جزئیات با هم تشبیه کنیم و در کنار هم قرار بدهیم و در واقع قوطی ساردین درست بکنیم که همه از کارخانه که بیرون میان یک شکل باشن. آدم ها در فروع می توانند که دارای عقاید مختلف باشند، حتی نگرش اونها به خدا می تواند متغیر باشد، به کتاب می تواند متغیر باشد. اصل بر این است که انسان ها موحد باشند و معتقد به عمل صالح باشند. اتاق فرمان، در فرصت کمی که داریم لطف کنید و آیه 65 رو بالا ببرید، روی صفحه قرار بدید. در این آیه اشاره می کند به یک موضوع مهم و حیاتی دیگر. ممکن است که ما بخشی از این آیه رو در برنامه امروز یا امشب برای شما قادر باشیم که تشریح کنیم. احتمالاً بقیه تشریح به جلسه آینده واگذار خواهد شد. در این آیه اینطور آغاز می‌کند که ما حالا این رو شروع می‌کنیم تا اتاق فرمان آماده بشن برای انجام این کار. یا اهل، ای اهل الکتابی، ای اهل کتاب، ای اهل یک مکتب واحد، یک کتاب واحد، اهل کتاب. لما،
ای اهل کتاب، چرا؟ تحاجون، لجاج میکنید، مجادله میکنید، لجبازی میکنید. فی، در ارتباط با آیین ابراهیم، آیین ابراهیم. و ما، در حالی که انزلتی، در حالی و که و ما انزلتی، که نازل نشده بود یا نشده است. دوراتو، ای اهل کتاب، چرا محاجه و لجبازی و مجادله می کنید در ارتباط با دین ابراهیم در حالی که نازل نشده است یا نازل نشده بود تورات والانجیلو و کتاب انجیل الا مگر من بعد از بعدهی گذشته از او مگر از بعد از او افلا پس چرا نمی کنید تعقلون تعقل در این آیه بسیار مهم که وارد یک مبحث جدید و بسیار بسیار شورانگیزی میشه واقعا که موضوعات تاریخی و موضوعات ایمانی و قبیله‌ای و نژادی به هم میآمیزند و چهره دیگری رو نشان میدهد یکی از مشکلات بزرگ قوم یهود است در ارتباط با وابستگی اونها یا نشان دادن وابستگی اونها به ابراهیم که مسلمان های قرآنی خودشون رو دین خودشون رو دین ابراهیم می دانند باورمندان یهودی هم دین خودشون رو دین ابراهیم می دانند اما باورمندان مسیحی هم دین خودشون رو ابراهیمی می دانند و هیچ کدام از این سه دینی که خودشون رو ابراهیمی می دانند رابطه شون با هم رابطه سه تا برادر نیست یا اگر اینها فرزندان ابراهیم هستند در مثال عرض می کنم هیچ کدام اینها با هم رابطه برابری و برادری ندارند همه اینها در حال تکذیب و تردید نسبت به یکدیگر هستند و تحقیر نسبت به یکدیگر و مبارزه با یکدیگر حالا در اینجا میگوید که ای اهل کتاب چگونه در آیین ابراهیم با یکدیگر به مجادله میپردازید و هر کدام از شما میگید که آیین شما آیین ابراهیمه یعنی ابراهیم یهود بوده یا ابراهیم نصارا بوده یا ابراهیم مسلمان قرآنی بوده مسلمان هم همین عیب دارن البته همه اینها میگویند که ما اصلمون به ابراهیم است و هر چه میکنیم ابراهیم میکرده ما هم همون کار رو میکنیم اصلا دین ما دین ابراهیم است ولی دین خودشون زمین تا آسمان با هم فرق داره میگیم چطور اگه دین همه شما ابراهیمه خود شما چرا ابراهیمی نیستید چرا همه شما با هم حتی تاریخ اینها در مورد ابراهیم یکسان نیست قرآن در مورد ابراهیم یک چیز میگه تورات در مورد ابراهیم چیز دیگری میگه انجیل در مورد ابراهیم چیزی به طور کلی وقتی تاریخ و کتاب‌ها رو نگاه می‌کنید اصلا موضوع ابراهیم زمین تا آسمان در ادیان مختلف و باورهای مختلف با هم متفاوته وقتی شما به قرآن نگاه می‌کنید نه به حدیث و این حرفا به قرآن وقتی نگاه می‌کنید شما می‌بینید که مقام ابراهیم مقام اسلم است اسلم یعنی تسلیم شده تر و تسلیم شده ترین یعنی هیچ کس از او بیشتر دارای قدرت تسلیم شدن و مسلمان اولی است نمونه اسلامه همین نمونه اسلام شما وقتی که در ادبیات یهود نگاه میکنید تبدیل به کسی کرده که زن خودش رو به تحفه برده برای پادشاه دیگران یا وقتی که به تاریخ انبیا نگاه میکنید که همه اینها رو بنی ابراهیم میدانند میبینیم که در بین این پیامبران چه فسادهایی وجود داشته
با دختران خودشون هم بستر میشدن، نمیدونم با پسر خودشون چه میکردن چه میکردن، مسائلی که نشان میده که ادعای اینها به اینکه ما ابراهیمی هستیم مورد قبول قرآن نیست. و اولین سوالی رو که قرآن مطرح میکنه این است که میگوید شما میگوید که ابراهیم یهودی بود، ما هم یهودی هستیم، اصلا دینی به نام یهود و قومی به نام یهود در زمان ابراهیم نبود که شما ابراهیمی یهودی هستید، و دینی به نام نصارا و قومی به نام نصارا در زمان ابراهیم نبود که هر کدام از شما ادعا میکنید که وابسته به او هستید. ما با تعداد بیشتری دوست و طبعا با تعداد بیشتری دشمن این جلسه رو در اینجا به علت تمام شدن وقت وامی گذاریم و فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و برای همه شما توفیق بیشتر از درگاه حضرت حق آرزو می کنم. امیدوارم که ما با تماس با دوستانمون در اتاق فرمان بتوانیم که در آینده بسیار نزدیک در این هفته باز هم به زیارت شما در خانه های قلبتون وارد بشویم و این توفیق رو پیدا بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و تندرست باشید. خدا یار و نگهدار شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.